عزیز با یه قسمت دیگه‌ای از برنامه فشن پلیس در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون HTV Network از تورنتو کانادا. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدیم، یکی از اون برنامه‌های جنجالی که در سال 1307 به منازل شما عزیزان خواهیم آورد. ما سعیمون بر این بوده که در برنامه‌های تولیدی این شبکه تا اونجایی که میتونیم به مسائل هنری، فشن و مد بپردازیم که یکی از مسائل بسیار مهمی در همه جوامع هست، مخصوصا جامعه ایرانی که مد، زیبایی و فشن رو به طور جدی داره دنبال میکنه. در خدمت یکی از دوستان بسیار خوبم هستم که به تازگی به تلویزیون HTV و فامیلی HTV پیوستن، بهناز عزیز، در خدمتشون هستیم با یک برنامه بسیار قشنگ و زیبا و جنجالی که به زودی با وجود خودشون و همکارانشون این برنامه تهیه و ضبط خواهد شد و از اول ماه می سعی خواهیم داشت که این برنامه رو لایو به منازل شما عزیزان بیاریم. بهناز جان محبت کردی، دلم میخواد که خودتو معرفی کنی به بینندگان و بگی که انگیزه این کار چی بود که دوست داشتی که تو این برنامه شرکت کنید. من سلام اول عرض میکنم خدمت تمام بینندگان شبکه HTV. خوشحالم که در خدمت شما هستم و مجری این برنامه هستم. والا انگیزم اولا که خودم عاشق فشن و مد هستم، دوست دارم که توی این برنامه به تمام بینندگان چیزایی که براشون خیلی هیجان انگیزه در رابطه با مد، فشن، در رابطه با لباس پوشیدن سلبریتی ها، چه خوب چه بد، صحبت کنم براشون برنامه تهیه بکنم و فکر میکنم که واقعا هیچ چیزی هیجان انگیزتر از این نیست. بسیار خوب. هموطنان عزیز، اسم این برنامه فشن پلیس هست و چرا این اسم رو برای این برنامه انتخاب کردی؟ چرا مثلا میخوای پلیس مد و زیبایی باشی؟ خواهی مچ بگیری؟ دقیقاً. مچ کیا رو؟ مچ بد لباسا، بد آرایشا. و شاید، البته شاید که نه، میخوام استار بدم به خوش لباسا، خوش آرایشا، کلن فشن و زیبایی و زیر سوال ببرم. جالبه. اتفاقا ما هم سعی میکنیم تو این برنامه تا اونجایی که بتونیم کمک بکنیم. البته خب کلیپ های زیادی هست توی سایت های مجازی و همینطور مجالس و محافل هالیوودی هست، سعی میکنیم به این مجالس و محافل در بزنی و انتخاب بکنی خوش لباس ها رو بهشون استار بدی و بد لباس ها رو نمیذاری در برن از نه اصلا و اونا رو هم زیر ذره بین خواهی بود. خب پس معلومه که دلت میخواد بری تو مجالس و محافل هالیوودی و سلبریتی ها و در واقع بری که اونا رو زیر ذره بین ببری و دونه دونه خوباش رو انتخاب بکنی، اونایی که خوش لباسن. بله. بهشون استار بدی و اونایی که بد لباسن چیکارش رو میخوای بکنی؟ دستبند میخوای بزنی؟ شاید. ما کلیپ های بسیاری توی سایت های مجازی میبینیم که سلبریتی ها، مخصوصا سلبریتی های خارجی در سطح هالیوود یا در پاریس در مراکز مد، ما میبینیم سلبریتی ها با لباس های بسیار نامتناسب در جوامع ظاهر میشن، در مراکز خرید ظاهر میشن و بعضی ها سعی میکنن خودشون رو از چشم دیگران پنهان بکنن و بنابراین کلاهایی سرشون میذارن، عینکایی میذارن و یه نوع لباس میپوشن که دیگران نفهمن که اینا همون هنرپیشگان هالیوودی هستن. اما واقعا از مسئله زیبایی و آرایش بگذریم، بسیاری از این هنرمندان و این سلبریتی ها اندام نامتناسبی دارن، آرایش های نامتناسبی دارن. آیا این نوع کلیپ ها و این نوع تصاویر هم جزء برنامه هست که انگوش بذاری روش؟ بله. یکی از موضوع های برنامه این هستش که ما زیر ذره بین ببریم کسانی که هیکل های نامتناسبی دارن یا نمیدونن چجوری باید لباس بپوشن گاهن،
برنامه جالبیه. خب اینجا تا اینجاش خوب. آیا طراحان لباس و طراحان مد هم شامل برنامه خواهند شد؟ بله، طراحان لباس، ما از طراحان لباس دعوت میکنیم که به برنامه‌مون بیان، مهمون برنامه‌مون بشن، با اونا صحبت میکنیم در رابطه، از اونا نظر و عقایدشون رو میخوایم در رابطه با لباس پوشیدن درست صحبت بکنن. بله. توی این برنامه آیا نتیجه گیری در انتهای برنامه خواهید داشت؟ مثلا خوش لباس ها رو انتخاب میکنید و بهشون امتیاز میدین و بد لباس ها رو هم انتخاب میکنین و بهشون امتیاز منفی میدین؟ بله همینطوره. آیا در این راستا از نظرات و پیشنهادات مردم و بینندگان هم حتما از مردم میخواییم که با همون همکاری بکنن، نظراتشون رو بدن. خلاصه با هم دیگه یه برنامه ای رو میخواییم داشته باشیم که واقعا فکر میکنم که فشن و مود نیاز هستش که دیگران در رابطه باش اظهار نظر داشته باشن. کمتر برنامه ای رو ما دیدیم در تلویزیون های ایرانی که بسیار گسترده و بسیار گستاخانه به این مسائل بپردازه. آیا سعی میکنی اگرسیبلی باشون برخورد کنی، گستاخانه باشون یا اینکه میخوای تعارف بازی باشون؟ نه، این برنامه فکر نمیکنم که تعارفی داشته باشه، چون موده. نمیخوایم در مورد عقاید آدم ها بخوایم اظهار نظر بکنیم. در رابطه با، شاید میشه گفت در رابطه با سلایق آدم هاست. میشه در رابطه با سلایق آدم ها بحث کرد و حالا شاید این سلیقه من باشه نپسندم. میخوام ببینم چند درصد از آدمایی که بیننده برنامه ما هستن با من موافقن یا مخالف. بسیار خوب. جامعه ایرانی و جامعه سلبریتی ایرانی هم مستثنا فکر نمیکنم باشه. نیستن. خیلی. به اونا هم حمله خواهی کرد؟ من خودم واقعا احترام قائلم برای تمام هنرمندای کشورم و تمام هنرمندای دنیا، به خاطر اینکه خب هنرمندن. در رابطه با لباس پوشیدن به خودم این لباس اجازه رو میدم، در رابطه با لباس پوشیدنشون و آرایششون یه ذره باهاشون یه شوخیایی داشته باشم. به شایعات هم میپردازی؟ به شایعات هم بله حتما. به شایعات هم پرداخته میشه توی این برنامه در رابطه با سلبریتی ها، چه ایرانی چه هالیوودی. خب پس تو لایف استایلشون هم حتما میری؟ حتما، صد درصد. تو زندگیشون سر میزنی، کی شوهر کرده، کی ازدواج کرده، کی زیرابی میره، همه اینا رو تحت جالب. این برنامه رو... این برنامه شاید یکی از برنامه هایی باشه که شما بپسندید و بنابراین دوست داریم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره تلفن هایی در زیر تصویر خواهید دید که با این شماره ها میتونید تماس بگیرید، با بناز جان مستقیما میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بدین و ایشون سعی میکنه با همکاران خودشون در این برنامه این نظرات و پیشنهادات شما رو مد نظر قرار بدن، محک بزنن، روش بحث گفتگو بکنن و در برنامه های آتی راجع بهش صحبت بکنن. شما در برنامه های آینده میتونید که روی خط بیایید و با خودشون مستقیما صحبت بکنید. این برنامه یک برنامه معرفی بود که برنامه جدیدی در راستای برنامه های جدید تلویزیون HTV در سال 1397 یکی از اون برنامه های جنجالی خواهد بود که پشت دوربین خواهد رفت و به منازل شما خواهد اومد. چرا اسم پلیس رو انتخاب کردی و چرا این پلیس اسپلش با پلیس معمولی فرق میکنه؟ یه مقداری پلیسش غلیظ‌تر فکر میکنم، شاید هنرمندانه‌تر. آره دیگه، حالا اون پلیس که اسمش میاد آدم فکر دستبند و تفنگ و این داستانا میفته، ولی ما پنبه داریم اینجا. اوکی. بله. همینجوری که میدونید اسم این برنامه فشن پلیس. پلیس یادت باشه، به همون غلیظی که خود بهناز میگه پلیس. پلیس. این برنامه هفته یک بار به منازل شما عزیزان میاد. ما سعی میکنیم در روزهای آینده ساعت این برنامه رو هم خدمتتون اعلام میکنیم. شما تنها این برنامه رو اجرا خواهید کرد یا اینکه همکاران دیگه هم دارید که در برنامه مثلا باشن بشینن و باهاتون برنامه؟ البته البته از طراحان لباس دعوت میکنیم، مهمونای زیادی داریم برای برنامه‌مون و همچنین یه سورپرایزی داریم که
در خدمتتون هستم. بسیار خوب. خب این سورپرایزا و این مهمونایی که داری صحبت می‌کنی اینا در واقع مهمان‌های ویژه برنامه هستن. در کنار خودت آیا مجری دیگه یا کوهست داری که مثلا باش بشینی یا اینکه تنهایی می‌خوایم برنامه رو اجرا بکنی؟ نه، ما یه تیم هستیم. البته که من از همکارانم کمک میگیرم بر تهیه این برنامه، حتما از اونا هم استفاده به عمل میاد و فکر میکنم که اینجوری یه برنامه شادتر و جذابتری برای شما بینندگان باشه. بسیار خوب. توی قسمت گاسیب و قسمت شایعات، آیا این شایعات به سلبریتی های ایرانی هم میپردازین؟ کلن آدم های برجسته همیشه پشتشون یه سری شایعاتی وجود داره. ما سعی میکنیم که این شایعات رو تا اونجایی که هستش واقعیتش رو عنوان بکنیم. سعی میکنیم که واقعیت رو به بیننده های عزیزمون نشون بدیم، ولی خب شایعات همیشه هست. خب این چاشنی برنامه همیشه شایعاتی که در کنارش هست و مسائل حاشیه‌ای و اوناست که یه مقدار مسائل رو قشنگتر و جالبتر میکنه. اما تو این برنامه ما میپردازیم به نوع لباس پوشیدن هنرپیشگان، خوانندگان و سلبریتی هایی که در سطح جهان مطرح هستن، همینطور هنرپیشگان و خوانندگان ایرانی. میریم تو لایف استایلشون، در رابطه با زندگیشون، در رابطه که چه ماشینی سوار میشن، کجا میرن، تو چه پارتی هایی، مهمونی هایی شرکت میکنن و تو چه چریتی هایی قدم مثبت برداشتن. این خیلی مسئله مهمیه که در کنار خوشپوش بودنشون یا در کنار آرایش هایی که میکنن و مد و زیبایی رو خیلی خیلی مد نظر دارن، آیا خدمات اجتماعی هم مد نظر دارن یا اینکه مثلا تو مراکز خیریه کمک میکنن، آیا کنسرت هایی میذارن که برای مراکز خیریه باشه، آیا به این برنامه ها میپردازیم و زیر ذره‌بین خواهیم برد که خدماتشون رو برای جامعه؟ مسلماً فکر میکنم که دیگه تمام سلبریتی ها و هنرپیشا باید مواظب برنامه من باشن، چون ما کاملا از هر گونه از هیچ جایی نمیتونن در برن. ما کاملا پلیس. yes. برنامه ای که هفته یک بار به منظر شما میاد با اجرای بسیار جالب و جنجالی بهناز عزیز و همکارانشون، بیننده برنامه باشید. بریم با هم به چند تا کلیپ رو در این رابطه میبینیم، برمیگردیم و در ادامه برنامه ها با شما عزیزان هستیم. با باشید. Starbucks, yes. Chipotle, yes. Yoga pants, yes. More Starbucks. بینندگان عزیز، برگشتیم و همینطوری که شاهد بودید سری زدیم به محافل هالیوودی و نوع لباسی که بر تن سلبریتی ها دیدیم. حالا این لباس ها صرفا به خودشون تعلق نداره. سلبریتی ها همونجوری که میدونین لباس طراحان رو میپوشن و بعضیشون به خاطر پولی رو که میگیرن و معاملاتی که پشت پرده انجام میشه مبلغی رو میگیرن که لباس یک طراح بین‌المللی یا یک طراح مطرح رو بپوشن و در واقع یک کار تبلیغاتی میخوان بکنن. اصلا براشون مهم نیست لباسشون میاد یا نمیاد. اما ما توی این برنامه توسط بهناز عزیز تمام این ریزکاری ها و این معاملات رو به هر صورتی که هست، حالا یا شایع یا غیر شایع، زیر ذره بین خواهیم برد و بهشون میپردازیم. نظرت راجع به لباسایی که الان دیدی چی بود؟ همونجور که شما فرمودین، خیلی از این سلبریتی ها به خاطر مبالغ زیادی که میگیرن این لباس ها رو تن میکنن، حتی خیلی هاشون رنت میکنن این لباس ها رو. آه جدی؟ بله، نه تنها لباس، جواهرات، کیف، کفش، ما به سراغ اونا میریم. و اینم بگم خدمتتون آقای حیدری،
حتی بعد از این مراسمی که دارن مثل اسکار یا مراسم دیگه، اینا افتر پارتی هم دارن. خیلی هاشون با همون لباس به افتر پارتی میرن، با لباسایی که دنباله خیلی بلندی داره که اصلا مناسب نیستش. ما در این برنامه به این موضوعات میپردازیم و برای شما سورپرایزای خیلی زیادی داریم. جالبه. داستانی دارن این سلبریتی‌ها و هنرمندان هالیوودی. من فکر میکنم این برنامه بسیار جالب باشه و در این حال جنجالی باشه، به خاطر اینکه به مسائلی پرداخته میشه که از نظر فشن موردهایی داره که باید راجبش بحث و گفتگو بشه، سوال برانگیزم هست. در اینجا فشن پلیس در واقع کار پلیسی خودش انجام میده و خوش لباسا رو چجوری استار میدین؟ آیا این استاری که میدین مثلا نظر شخصی خودتونه یا اینکه از نظرات مثلا متخصصین هم استفاده میکنید در رشته مد و زیبایی؟ بله، ما مهمانایی داریم برای برنامه‌مون که طراحان لباس هستن. از نظرات اونها استفاده میکنیم و همینطور مردم. تو خودت هم بناجان تو کار فشن و زیبایی هستی، درسته؟ بله. میتونی برای بینندگانمون بگی الان در حال حاضر در تورنتو کانادا به چه حرفه مشغول هستی؟ من هیر استایلیست هستم و کارمو خیلی دوست دارم. دوره گرین دیدم و کلن عاشق فشن و زیبایی هستم. بسیار خوب. آیا سعی میکنی توی برنامه از استایلیست ها هم دعوت بکنی؟ اونایی که مثلا تو کار مو و فشن و گریم، به هر حال هر کسی که تو این راستا بشه از نظرات نظراتش استفاده کرد و تو برنامه بشه گفت، اینا مهمونایی هستن که خود شما کوردینیت میکنید، خودتون دعوت میکنید؟ بله بله. برنامه بسیار برنامه جالبی خواهد بود به نظرم. خب تو این برنامه حتما از کسایی که توی فشن، زیبایی تخصص دارن و سررشته دارن استفاده میکنیم، مهمونای برنامه مون خواهند بود. فکر میکنم برای بیننده ها خیلی برنامه جالبی باشه. فکر میکنی تو برنامه مثلا از هنرپیشگان ایرانی که میان تو تورنتو مثلا برای فیلمی رو اکران میکنن یا هنرپیشه ها میان، آیا فکر میکنی مثلا میتونی بهشون نزدیک بشی، ازشون دعوت بکنی تو برنامه حضور داشته باشن، همینطور خوانندگانمون؟ حتما حتما. خب میدونین همون جوری که ما ایرانی هستیم به هنرمندان، خواننده ها، بازیگرا خیلی افتخار میکنیم و دوستشون داریم. حتما تو این برنامه سورپرایزهای زیادی برای بینندگانمون داریم. حالا اومدیم، یکی از این خواننده های ایرانی که اومده اینجا کنسرت گذاشته لباس بدی تنشه یا لباس نامتناسبی، گیر میدی بهش؟ جیگرشو داری؟ من پلیسم و یعنی به یه دونه خواننده ایرانی اگه برگردی بگی مثلا لباسی که به تنت، لباسی که تن کردی امروز بهت نمیاد، فکر میکنم من دیگه باید یه لباس زرهی تو تورنتو بپوشم و راه بیفتم. با بادیگارد باید راه بیفتم. با بادیگارد. برنامه بسیار جنجالی خواهد بود و بیننده این برنامه باشید. بهناز من فکر میکنم هم گویش قشنگی داره و چهره بسیار زیبایی داره و همینطور شیطون هم هست و توی برنامه هاش من فکر میکنم رازیتون بکنه و سرگرمتون بکنه. برنامه یک ساعته در هفته به مناظر شما خواهد اومد، مطابقا اعلام میشه ساعتش و روزهای برنامه. میریم یک تبلیغ این برنامه رو در انتهای برنامه، تیزر تبلیغاتیش رو میبینیم و یه مقدار با شر و شور بودن بهناز آشنا خواهید شد. پیامی چیزی برای بینندگان ما داری قبل از اینکه برنامه رو به انتها ببریم؟ براتون خیلی چیزای جالب دارم، حتما بیننده برنامه ما باشین. همینجوری که بهناز جون گفت، این برنامه از طرف شبکه جهانی خانه ایران HTV Network. ما دو تا شبکه داریم، یک شبکه اجتماعیمون و یک شبکه فشن و هنریمون که به نام HTV Fashion هست. این برنامه از دو تا کانال پخش سراسری خواهد داشت. با ما از طریق وبسایت میتونید با www.htvnetwork.ca با وبسایت ما در تماس باشید. تمام 4 تا کانال های ما به صورت 24 ساعته
از طریق وبسایتمون پخش خواهد شد، از طریق تی وی باکس در سرتاسر امریکا پخش سراسری داریم و از طریق جی ال ویز در سرتاسر دنیا. همینطور اپ های فری ما رو میتونید دانلود بکنید روی دیوایس هاتون، روی لپتاپتون، تبلتتون و همینطور تلفن های دستیتون و همیشه تلویزیون های ما رو همراه داشته باشید. میس نکنید این برنامه بسیار جالب و در کنار برنامه های دیگه ای که براتون تهیه و تدارک دیدیم در سال 1397 با برنامه های تولیدی بسیار قشنگ و جنجالی به منازل شما عزیزان خواهیم اومد. تا دیداری بعد، شما هموطنان عزیزم رو به خدای بزرگ ایران می سپارم. روز و روزگار به همه شما خوش باد. خدا نگهدار. فشن پلیس، برنامه‌ای که در رابطه با زیبایی، فشن و مد با شما صحبت میکنه. من بهناز مجری این برنامه هستم. کار فشن پلیس اینه که به محافل و مجالس هالیوودی سر بزنه. بعد لباسا، بعد آرایشا زیر ذره‌بین فشن پلیس میرن. ما البته به خوش لباسا و خوش آرایشا هم اصرار میدیم. همکارانم به محافل و مجالس سلبریتی های ایرانی هم سر میزنیم، اونها را هم زیر ذره بین فشن پلیس قرار میدیم. فشن پلیس، برنامه‌ای که هفته یک بار به منازل شما میاد. بیننده برنامه ما باشین و با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری کنید.